یکی از اعضای ارشد وزارت اوقاف مصر از ممنوعیت ورود شیعیان این کشور به مسجد سید زینب سلام الله علیها در قاهره خبر داد. شیخ جابر تایه رئیس بخش دینی وزارت اوقاف مصر در یک نشست خبری اظهار داشت که بر اساس آیین نامه وزارت اوقاف مصر ورود شیعیان به ذریح سید زینب سلام الله علیها در قاهره ممنوع اعلام شده است. شیخ جابر تایه هدف از این اقدام را حفظ امنیت اماکن مذهبی و جلوگیری از برگزاری مراسم جشن عنوان کرد. وی خاطر نشان ساخت که هر سال تعداد زیاد از شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام در قاهره جمع می شوند و وزارت اوقاف با آینامه هایی به دنبال حفظ امنیت مردم است. این عالم سنی افزود وزارت اوقاف مراسم جشن میلاد حضرت زینب سلام الله علیها را برگزار می کند و جمعی کثیر از مردم نیز در این مراسم شرکت می کند. عضو ارشد وزارت اوقاف مصر ادامه داد که در به مسجد حضرت زینب سلام الله علیها فقط در هنگام برگزاری نماز باز است و پس از آن بسته خواهد شد. گفتنی سه هزاران نفر از محبان اهل بیت اسمان و تعارات علیه و سلام در جشن ولادت حضرت زینب سلام الله علیها حضور پیدا می کنند. در این مراسم که هر سال در منطقه و مسجد سید زینب در قاهره مصر برگزار می شود محبان اهل بیت علیه و سلام از شرکت کنندگان پذیرایی می کنند و این شب را با جشن از کار و تواشی به صبح می رسانند. مقام حضرت زینب سلام الله علیها در محله به همین نام در منطقه جنوبی قاهره یکی از مکان هایی است که به عنوان مدفن حضرت زینب نیز مطرح شده است بر اساس نظریه مشهور مدفن حضرت زینب کبرا سلام الله در شام و در جنوب شهر دمشق است اما برخی از مورخین مقبره این بانوی بزرگوار را در مصر و در محل کنونی در منطقه سید زینب قاهره دانستان که با عنوان مقام از سیدت و زینب سلام علیها مشهور است